صبح بخیر، قهوه‌م هم ریختم، بعد دو تا تیکه نون گذاشتم گرم بشه، میخوام با پنیر بخورم و راه بیفتم برم، به خاطر اینکه ساعت 10:30 وقت لیزر دارم. الانم ساعت 10، ولی خب لیزریه جاش دور نیست دیگه، میدونید که 5 دقیقه راه تا خونمون. ولی گفتم که یه تیکه نون خورده باشم، میخواستم کنفرکس و شیر بخورم، ولی دیدم که الان نیستمش. یه دو تیکه نون گذاشتم گرم بشه با پنیر بخورم که فقط معده خالی بیرون نرفته باشم. یه 5 دقیقه برم اونجا، کارم هم خیلی کم طول میکشه، کارم رو انجام بدم و برگردم بیام خونه. برگشتم اومدم خونه و موقع کنفرکس و شیر رو میخورم. بعد همین دیگه، با من همراه باشید. امروز یه جاهای دیگه هم قراره با هم بریم. این دماغم نمیدونم چرا باد کرد، ورم کرده، چرا نمیدونم، یه 2 روز احساس کنم دماغم باد کرده، نمیدونم دلیلش چیه. هر بلایی شما بگین تو این ترکیه سر من اومده، نمیدونم چرا. ببین من هنوز خوابالودم، تازه قشنگ بیداشته قشنگ معلومه، ولی باید برم کارامو انجام بدم و برگردم بیام دیگه، وقت ندارم. صدای گنجشگاه رو میشنوین؟ خب این از نونا، اینم از پنیرم، یه مقداری پنیر بمالم روی نونم و بزنم به بدن و برم و اینا. بچه من روی نون و پنیرم چیز میریزم، سیاه دونه یکم و کنجد. چون گردون تموم شده باید گردو بگیرم. یکم دیگه هم پنیر بزنم خوشمزه در بشه. اینم از نون و پنیر بنده. بفرمایید. از خونه در اومدم، دارم میرم سمت این مرکز زیبایی لیزرم رو انجام بدم و برگردم بیام خونه، حاضر شم که قراره برم یه جایی، یه دوستی رو قراره ملاقات کنم. الانم هوا گرمه و خیلی خیلی باحاله. ساعتم 10:22 است، منم وقتم ساعت 10:30. بودو بریم پس. سلام، من نیوشا مدبر هستم، به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید. میدونید این چند روز در واقع من هی دارم سعی میکنم که قرار ملاقات و قرار دیدار با دوستام داشته باشم، دوستایی که توی استانبول دارم، به خاطر اینکه به زودی ما تعطیلاتمون شروع میشه و در واقع میریم سفر و این ور اون ور و امکان اینکه مدت طولانی توی استانبول نباشیم هست. برای اینکه دلمون برای رفقامون تنگ نشه، قبل رفتن همه رو میبینم بعد میرم. یعنی امروز با افسانه قرار دارم، احتمالا فردا مهزاد رو ببینم، مهناز رو باید ببینم، مریم رو باید ببینم، دیگه باید یه چند تا دیگه دوستامم ببینم که با خیال راحت برم دیگه سفرامو. با من پس همراه باشین. امروز قراره بریم افسانه رو ببینیم، قرار دارم باهاش ساعت 1 و بعد از اینکه اینجا کارم تموم شه باید برم خونه کارامو انجام بدم و راه بیفتم برم در واقع سمت قرارم با رفیقم. معمولا تایم تعطیلات مصطفی که میشه، تعطیلاتشون چون تقریبا طولانیه، دو ماه و نیم اینا هست، اون دو ماه و نیم ما سعی میکنیم فقط بگردیم. به خاطر همین در واقع میخوام خدافزی کنم با
استانبول و دوستای استانبولم، خدا حافظ استانبول. و دقیقا یه جوری برنامه ریزی کرده بودم که امروز پکیج در واقع لیزرم جلسه آخرشه و تموم میشه، یعنی اینا دیگه من اینجا جلسه ای ندارم، اگه بخوام دوباره بیام باید یه پکیج جدید بگیرم. الانم رسیدم. بله منتظرم آسانسور بیاد پایین. سر وقت آن تایم رسیدم. چه گلای خوشگلی هم. خیلی نازم. پیشی تو چی میگی اونجا؟ جانم ارسلم میمیم. خیلی گلاش خوشگلم. ساعت 10:40 است، کارم تموم شد، دارم برمیگردم خونه و همین راحتی و سریع کاراتو را میندازن سر ساعت. فقط یه چیزیه، وای دارم آتیش میگیرم، خیلی دارم آتیش میگیرم، دارم میسوزم. داشتم میرفتم سمت خونه، یادم افتاد که نون نداریم. الان مصطفی اخابی داشته، نون نداریم که صبونه بخوره، برم نون بخرم. به نون بیار خونم منم، به کی بگم آخه این لعنتی. شاید باورتون نشه ولی من رفتم که نون بخرم، یه دونه نون لواش برداشتم، یه دونه نون جو سبوسدار برداشتم، بعد یادم افتاد که کیف پولم با خودم نیوردم، به خاطر اینکه گفتم سری میدم لیزر انجام میدم و برمیگردم خونه. نونا رو گذاشتم سر جاش، دارم برمیگردم سمت خونمون. بله نتیجه اخلاقی اینه که تا نزدیکترین جای ممکن هم رفتی کیف پولتو همراه خودت بردار، بالاخره ممکنه که لازمت بشه، بالاخره ممکنه که بخوای نون بخری. بله این گلا رو میبینین انقدر بوش خوبه، انقدر بوی خفنی داره، عطرش همه اینجا رو گرفته، خیلی خوشبوه. شکل بهار نارنجه؟ نه نمیدونم چیه ولی خیلی خوشبوه. اما فکر نکنیم ما تو خونمون بی نون میمونیم، ما نه، من از اون خانواده هاش نیستم، همیشه داریم نون. ببین از نون رژیمی خودم، البته خوشمزه است، میذاریم تو توستر توست میشه، بعد مصطفی میتونه اونجوری صبونه‌شو با نون جو سبوسدار بخوره، خیلی هم خوشمزه تره. اینجا دم خونمون یه دونه مدرسه هست، الان داشتم از کنارش رد میشدم، تو مدرسه صدای موزیک میومد، بچه ها داشتن تو حیاتش میرقصیدن، شادی میکردن، بعد خیلی قبطه خوردم به اینکه کاش مثلا بچه های ما توی ایران هم اینجوری تو مدارس شاد بودن، اینقدر شادی میتونستن بکنن، نه اینکه به خاطر یه موزیک ساده، به خاطر یه رقص ساده بچه ها رو از مدرسه اخراج کنن یا مثلا مشکلات جدی براش به وجود بیاد و اینا. خیلی ناراحت کننده است این قضیه که یعنی این شادی رو بخوان از یه بچه حتی بگیرن. اینجا مثلا توی مدارس طرف از همون بچگی با موزیک آشنا میشه، با رقص آشنا میشه، یعنی همه جوره پرورشش میدن، اگر استعدادی هم داره شکوفا میشه و علاوه بر اون روحش شاد میشه. ولی توی ایران نه، ما همش از همون بچگی سرکوب و سرکوب و سرکوب. واقعا تأسف آوره، یهو از بغل این مدرسه که رد شدم مثلا یاد زمان خودمون که مدرسه می رفتیم افتادم، حتی همین الان که چه بدتر، حالا ما خیلی اون موقع مثلا تکنولوژی و اینا نبود، از خیلی چیزا دورتر بودیم، بیشتر ما رو می تونستن کنترل کنن، اما نسل جدید و اینا رو واقعا به خاطر وجود تکنولوژی و این داستانا خیلی سخت تر می تونن کنترل کنن و خیلی ناراحت شدم، یعنی خوشحال شدم برای این بچه ها که داشتن شادی میکردن ولی ناراحت شدم برای بچه های ایران. من الان رسیدم در خونه، برم حاضر شم کارام بکنم و برم.
بوزم تا بستون اومد. قرار دارم اسکله بشیکتاش، میخواییم بریم اونجا بشینیم و کافه بازی کنیم و گپ بزنیم و صحبت کنیم و دیدار تازه کنیم. داشتم از خونه در میمدم بیرون، مصطفی اینجا که الان میری بیرون سرما میخوری، تو فقط برو سرما بخور، اون وقت من میدونم. و تو گفتم بابا خبر نداری بیرون آتیشه، گرمای شدیده، نه که این کرکراهای پنجره رو میدیم پایین ما موقع خواب، اتاق تاریک میشه، سایه میشه، بعد آدم فکر میکنه که بیرون مثلا خیلی سرده. بعد دیگه اینا رو دادیم بالا و دید نه بابا چه آفتابیه، هوا گرمه، گفت برو حسابیت خوش بگذره. بعد این که دیگه بهش گفتم که آره داستان نون این بودی بود که من نون نگرفتم برای تو، با همین نونا بخور، حالا قرار شد که برگشتنی خونه من نون انشالله یادم بمونه نون بخرم. اینجا هوا هنوز نمیشه بهش اعتمادی کرد، هر لحظه یه مدله. اما خب در مجموع دیگه هوا داره رو به گرما میره دیگه، مثلا تا دیروز پریروز حداقل دما 12 بود که مثلا 12 درجه هم مثلا چه میدونم ساعت 5 و 6 شروع میشد به این دما رفتن، ولی امروز من نگاه کردم دیدم مثلا تا ساعت 6 زده 22-23 درجه و شب حداقلش به 14 میرسه که اونم 14 مثلا ساعت 8 شب ایناست که 14 باز خودش دمای هوای خوبیه برای ساعت 8 شب. خلاصه که میخوام بگم که گرما شروع داره میشه، لباساتون رو حاضر کنین، میخوام بریم یواش یواش دریا. دوست جونم خیلی خوش اومدین. بله بله بله، افسانه رو خیلی وقت بود ندیده بودم. بعد 100 سال میشم بریم یه کافه، کلی گپ با بشیم، گپ بزنیم. ببین خوبه من رسیدم، وگرنه کل پولاشو اینجا خرج میگم. اینجا خب این باید چی بگم، الان انسان‌های نیازمندی که در دست فروشن دست فروش محسوب نمیشن اینا که میگستش داره یه چیزی میشه باشه، ولی یه ببین تو ایران هم داریم دیگه، یه باندن در واقع دیگه. آره. میدونی من خودم شخصا تکت دیگریه. آفرین. مثلا من خودم شخصا اینجوری کمک نمی کنم، ولی افسانه مثلا تا همین الان حساب کردیم حدود یه 500 خورده لیر کمک کرده بود، و اگه یه ذره دیگه من دیرتر می رسیدم امکان داشت که دیگه 2 دلار هزینه می کرد. خلاصه که آره ول نمی کنن. خب آره ول نمی کنن، بلدن کارشون. آفرین. آره خلاصه دوستم نه بلد نی بگه دیگه، بهتون گفته باشه کسی چیزی خواست؟ اینقدر مدت طولانی بود که افسانه رو ندیده بودم، وقتی که به هم دیگه رسیدیم اینقدر گرم صحبت شدیم که دیگه اصلا وقت نشد بخوام ولاگی بگیرم، ویدیویی بگیرم و اینا، چون سرمون خیلی گرم بود، هم کلی حرفای تعریف کردنی برای هم دیگه داشتیم، همین که یه سری کارا داریم با هم دیگه انجام میدیم که در مورد اونا داشتیم با هم مشورت میکردیم و صحبت میکردیم تا بتونیم اونا رو به یه نتیجه مطلوبی برسونیم. خلاصه که الان مصطفی به من زنگ زد گفتش که کجا موندی پس کی میای، گفتم من نزدیک خونم و اینا، گفت من کالاماری درست کردم بیا هم الان من میذارم سرخ بشه تا تو برسی و اینا، و یادم اومد که صبح رفتم بیرون نون نداشتیم، گفتم برم الان یه دقیقه میکروز نون بگیرم، امروز میخوام نون بدون گلوتن بگیرم برای اولین بار تست کنیم ببینیم که چجوری هست. میگن خوبه، حالا ببینیم چطوریه. پس من برم نون بگیرم، بعدم برم مصطفی غذا پخته ببینیم چه کالاماری پخته، فکر کنم خوب پخته باشه.
پخته که همونجوری آماده گرفته سرخ کرده دیگه، کار خاصی نکرده. و مرسی که با من همراه بودین، طبق معمول لایک کامنت ساب یادتون نره و خیلی 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 دوستتون دارم و ازتون خدافظی میکنم. بای بای.